بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام احترام آرزو دارم جور و صد من باشین شاگردای عزیز نازنین، شاگردای قهرمان نابغه ما. نام خدا که تا اینجا درس ها رساندین. درس 127 ریاضی از کتاب گنجینه ریاضی است و تاریخ 30 سنبله 1431 هجری شمسی است و ما معادلات درجه یک، یک مجهوله، دو مجهوله، سه مجهوله و یک مجهوله درجه دو و پارامتریک خواندیم. پیش از اینکه معادلات نمایی را خدمتتان تشریح کنم، مسائل عبارتی یا فکری که به اساس معادلات حل میشه خدمت شما توضیح و تشریح میکنم. مسائل عبارتی از نامش پیداست، یعنی سوال در عبارت بیان میشه، توسط عبارت یک سوال بر ما بیان میکنن، او را میگیم مسائل عبارتی یا فکری. در مسائل عبارتی یا فکری دوستای نازنینم، ما مجهولا را که تک سوای و زید میتونیم نشان بتیم، که یک سوای زید میتونه پول یک کسی را، سن یک کسی را، یک چیزی را نشان بده. بر ما گوش کنین، بعضی اوقات سوال در قالب عبارت بیان میشود که برای حل مسائل عبارتی توسط معادلات ابتدان را به شکل دقیق مورد بررسی قرار میدیم، خوب میشنویم چی گفته، و مجهول را در آن به یک متحول دلخواه فرض میکنیم و نظر به شرایط داده شده معادله تشکیل میده. ما میگیم که معادله تشکیل دادیم، مشکل دیگه حل است. معادلات خواندیم، تشکیل معادله مهم است. حل معادله به دست آمده دقت علی اعظمو مسئله می باشه. مثلا شاگردای نازنین، یک چند مثال بر شما بگیم. فرض مثال بگه عمر احمد دو چنده، دو چنده عمر محمود است. اگر مجموعه عمرهایش 30 سال باشد، عمر هر یک را دریابید، عمر هر یک را دریابید. اینجا تخنیکا را شما یاد بگیرین. سایکو گفته عمر احمد دو چند عمر محمود. عمر احمد اکس قبول کنین، عمر محمود وای، مساویس با دو چند عمر محمود. این معادله جور کردم، عمر احمد اکس، عمر محمود وای، احمد دو چند محمود است. اگر سه چند میگفت سه وای، چهار چند میگفت چهار وای، پنج چند میگفت پنج وای، نیمش میگفت یک بر دو وای، سوم سهش سلسش میگفت یک بر سه، ربع یا چهارم سهش میگفت یک بر چهار. بعدش چی گفتم؟ مجموع عمرهایشان، مجموع را به جمع میگیریم، مساوی با 30 سال است. اگر میگفت تفاضلشان منفی میگرفتیم، عمر هر یک را گفته دریافت. خب اینال چی میکنیم؟ اکس خودش دوایی طرف میاره میشه منفی دو، مساوی به صفر، و اینجا هم داریم x جمع y مساوی به c. معادله دو مجهوله. دیگه معادله را خود یاد داریم حل کردنش. از همون اول هم میشد اینجا به طریق تعویضی کار کنیم، یعنی دو y در اینجا وضع کنیم، یعنی این شوه دو y جمع y مساوی به c، c y مساوی به c، y مساوی به اطراف تقسیم c ده، x مساوی به 2 وای 2 ده 20، یکیش 20 ساله است، یکیش 10 ساله، اونها یکی دو چند دیگه است، مجموعشان هم 30 میشه. یا اینجا اینا تفریق میکنیم، x کت x خلاص میشه، اینجا میشه منفی 3 وای، اینجا میشه منفی 30، اطراف تقسیم منفی 3 میکنم، این مثبت میشه، وای باقی میمونه، اینجا هم 10 میشه، وای 10 شد. میاریم ده اینجا وزش میکنیم که x مساوی به 2 وای، 2 ضرب 10 20، یکیش 10 سال است، یکیش 20 سال است، شرط هم صدق میکنه، دو چنده هم دیگه است و خلاص. اینی قایده گپ است، خلاص قایده گپ همیشه تا که باز به عداد مسلسل برسیم. ببینیم کتاب چی مثال داده. عددی را دریافت نمایید که اگر از آن 5 را کم کنیم. خوب گوش شاگرد نازنینم، عدد x بگیم که از آن 5 را کم کنیم، 5 منفی کن. عددی را دریابید که اگر از آن 5 را کم کنیم و بر 7 تقسیم کنیم، این را بر 7 تقسیم کن، برابر به 3 شود. میگه یک عدد، عدد میگیریم x، 5 کم شود، 5 اگر میگفت 5 زیاد شود جمع میکردیم، کم شود منفی میکردیم، باز تقسیم 7 گفته شود مساوی به 3 شود، معادلش بسته شد دیگه. عددی را دریابید که اگر از آن 5 کم شود تقسیم 7 شود مساوی به 3 شود. خلاص یک طرف این وسط این میکنیم، یک ضرب x منفی 5 خودش 7 سی 21، 5 ایسو میاریم میشه 26. اینالی همین 26 همین شرط بالاش تطبیق میکنیم، از 26 که 5 کم کنین میشه 21، تقسیم 7 کنین میشه 3، همون شرط قبول کرد.
سوال اثر میخونم، کسی یادداشت میگیره کتاب گنجینه رو بعدش بیارین. خوب خوب است. عددی را دریافت نمایید که اگر از آن 5 کم نموده و بر 7 تقسیم نماییم برابر به 3 گردد. مثال دوم، حاصل جمع 3 عدد متوالی. دوستان نازنینم، اعداد متوالی که گفت اولش x است، دومش x جمع 1 است، دیگهش x جمع 2 است تا به x جمع n منفی 1 است. اعداد متوالی مسلسل. باز اگر جفتش بود 2x، 2x جمع 2، 2x جمع 4، 2x جمع 6 است. اگر تاق بود 2x جمع 1، 2x جمع 3، 2x جمع 5 جمع تا آخر. یا میگه اعداد مسلسل، یا میگه جفت، یا میگه تاق. جفت که بود 2x بگیرین، باز جمع اعداد جفت کنین. تاق که بود 2x، باز جمع تاق کنین. چون اگر خود x جمع تاق کنین، باز میتونه x تاق باشه، تاق جمع تاق جفت شد. خب گفته حاصل جمع 3 عدد متوالی 72. 3 عدد متوالی، عدد اول x جمع، عدد دومش x جمع 1، عدد سومش x جمع 2، اینی 3 عدد متوالی شد مجموعشان. گفته چند شد؟ 72. خلاص 3 عدد متوالی که مجموعش 72 شد. خب عدد اول x است، دوم x جمع x جمع. اگر 4 عدد متوالی میگفت x، x جمع 1، x جمع 2، x جمع 3. خب x 2 x 3 x حل معادله دیگه مشکل نداریم. 1 2 3 3 را میسومیاریم، باقی میمونه 69. اطراف تقسیم 3 2 3 6 3 3 9 23. یکیش 23 است، دیگیش 24 است، دیگیش 25 است. جمعش کنین هم 72 را میت. جمعش کنین میشه 72. متوجه شدین شو. مثال سوم، عمر احمد سلس عمر سعید است. عمر احمد x میگیریم، عمر احمد، عمر سعید y میگیریم. گفته عمر احمد مساوی به سلس سیوم سی عمر سعید است. هر کدام را دریافت نمایید در صورتی که 10 سال بعد، 10 سال بعد، در دوش 10 سال کلان نمیشه، میشه استاس خیر بگی 10 سال بعد، ای سونم بگی y جمع ده سال بعد هر دوش 10 سال کلان میشن، در جمع میکنیم. اگر میگفت 10 سال قبل در منفی میکردیم، 10 سال بعد در جمع میکنیم. این تکنیک کار یاد بگیرین. شما عمر سعید 16 سال بزرگتر از عمر احمد گردد. عمر سعید 10 سال بعد، عمر سعید 16 سال بیشتر از عمر احمد. اینا دو رقم جور میتونین، یا دا عمر احمد 16 تا جمع کنین که مساوی شوه، یا از عمر سعید 16 تا تفریق کنین. 16 سال بعد، 16 سال بعد، یا که عمر ازی 10 سال جمع کنین، یا از عمر ازی 10 سال چی کنین؟ تفریق کنین. اینه از سعید 16 سال تفریق میکنه، چونی 16 سال بزرگتر میشنه. خب تا اینجا فهمیدین معادله بسته شد دیگه. علی معادله هیچ گپ آسانه، سوره قبلا خواندیم. به خاطر از اینکه باز بفهمین یک دفعه سر برتون میگم، عمر احمد گفته و عمر سعید گفته. میگه عمر احمد ثلث عمر سعید است. 10 سال بعد، 10 سال بعد ایام 10، ایام 10 جمع شد، 10 سال بزرگ میشه. عمر سعید 16 سال، 16 سال بزرگتر از عمر احمد میشه. ای که 16 سال بزرگ میشه، خیر دو کار کو کی مساوی شوه، یا از ای که 16 بزرگ شده 16 تا را کم کن، یا ده احمد 16 تا زیاد کن. می دلت میگیری طرف 16 را منفی میکنی مساوی قرار میدی، چون 16 سال بزرگ شده که مساوی شوه. یا به این طرف چی میکنی؟ یا به طرف احمد 16 سال زیاد میکنیم. خب معادله را حل میکنیم، این نیره ضرب 3 میکنیم، میشه 3x مساوی با y. این اینجا هم کلش اعدادش یک طرف میاریم، x است منفی y میشه، منفی y میشه مساوی 10 و 6، 10 و 16 منفی 6، منفی 6 ده اسمیه منفی 16، یعنی 10 که 10 خلاص، منفی 16، منفی 16. خب یک چورت شد، یک ببینیم شاید اشتباه شده باشه، من معادله رو تنظیم کنم، x منفی y مساوی منفی 16،
خب این رو جمع میکنیم طرف به طرف. طرف و طرف جمع میکنیم و این اشاره خودشون میمونه. این میشه 4x. خونه منفی میکنیم طرف و طرف. منفی میکنیم. این ببخشید این 2x مون. اینی خلاص شد. اینجا شد 16. x مساوی به 8 سال. این که 8 سال شد. x که 8 سال شد. y چند میشه؟ 24 سال. y چند میشه؟ 24 سال. سلسه هم دیگه است. 10 سال با 18 ساله میشه، ای 34 ساله 16 سال فرق داره. بخیصه ای مادله بسته کلم از سر برتان توضیح میتونم شاگرده گران قدرم خوب بوش کنیم. گفته عمر احمد سلس عمر سعید است. احمد اکس سلس سیوم سی سعید، یک بر سی سعید یا سی اکس مسوی بوای. 10 سال بعد در 10 سال بزرگ میشن، بازی 16 سال بزرگتر میشه که اونه منفی کردن. دیگه حل مادل است. اون مادل رو ضرب 3 کردم که مخرج خلاص شود. شود 3x مساوی با وای. ای دیگه هم 10 کرده 10 خلاص و وای منفی 16 ماند. این حالی ای وای هم ای طرف میارم. وای اکی طرف میارم منفی میشه. میشه 3x منفی وای مساوی با 0. وای از اکس منفی وای مساوی منفی 16. خب این اشاره رو تغییر میتونم. شاگردای نازنین بعضی وقت ما صبح درس میتیم. این حالی چند بجه است؟ 2:30 بجه است. از صبح وقت درس دادیم. به او خاطر ذهنم دیگه گپاس پیش میمانه. اینجا 2x شد. اینجا 16 شد. اطراف تقسیم 2 کردم. x مساوی به 8 شد. y مساوی به 3x است. y که مساوی به 3x است. 3x 24. احمد 8 سال است فعلا. محمود 24 سال است. سعید 24 سال است. این حالی میبینین که 8 سیوم 3 24 است. 10 سال بعد این میبینین 18 ساله میشه و این 34 ساله میشه و میبینین 16 سال تفاوت داره. خب کتاب هم یک مادله گک بسته کده میرون ببینیم بد نیست. ای تو جور کده مادله را گفت یک مجوله جور کده. گفته x یک شکس قبول کرده. احمد x قبول کرده. سعید ام اکس بر سی قبول کرده. خلاص دیگه میگه خواهم مردوش یک اکس میگیریم او اکس ای اکس بر سی. 10 سال بعد ای هم 10 سال بزرگ میشه و ای هم 10 سال بزرگ میشه. بازی 16 سال عمرش بیشتر از ازی کده میباشه. 16 سال بزرگتر میباشه. دیگه این مدل را حل کرده. اکس جمع 10 خودش مساویسته. اکس بر سی جمع 10 جمع 16 در که 10 خلاص کرده. اینی رو می طرف آورده. اکس منفی اکس بر سی مساوی به 16. اینی میشه 3x منفی اکس 2x بر سی مساوی به 16. 2x خودش 3 16 48. اطراف تقسیم 2 24. این یکیش 24 ساله است. او که سیوم سی ازی است. 24 بر سی او میشه 8 ساله. یکیش 24 ساله یکیش 8 ساله. جواب داد دیگه او رقم هم میشه بسته کنیم مادلره. مثال 4 عددی را دریافت نمایید که مجموع نصف ربع و خمس آن از خود آن به اندازه 1 کوچکتر باشد. عددی را دریافت کنید. عدد x که نصف آن جمع ربع آن ربع 4 مثل جمع خمس آن 5 مثل از خود عدد کده 1 واحد کمتر باشه. از عدد کده 1 واحد کمتر باشه. خیر از خود عدد 1 تا کم که کم رای از اونا چی شود؟ مساوی شود. طرف چپ 1 واحد کمتر است. میگه یک عددی را پیدا کنین که نصفش ربعش خمسش جمع کنین منوزم 1 واحد ازی کده کمتر باشه. 1 واحد کمتر مثلا نگی 10 9 باشه. خیر اینا لیزده که کم که مساوی به ای شود. که نمیگه از پیش اشتباه نشه که تو خو میگی استاد از عدد کده کم باش چوری طرف 1 تا کم میکنی. خب بله به خاطر مساوی شدنشان. این خو مساوی نیست. طرف چپ 1 واحد از راست کده کم است. وقتی مساوی میشه که یا در چپ 1 تا جمع کو یا از راست 1 تا تفریق کو. دیگه معادله حل میشه دیگه. مثلا اطراف ضرب 20 میکنم. اینجا که ضرب شوه میشه 10x. اینجا ضرب شوه میشه 5x. اینجا ضرب شوه میشه 4x. اینجا میشه 20x منفی 20. انالی 10 و 5 15 و 4 19x 20 تا میسو بیار منفی 20x مساوی منفی 20.
میمونه منفی x منفی 20. ضرب منفی میکنیم x مساوی میشه به 20. اینال ببینیم عدد 20 است، نصفش چند است؟ 10. ربعش چند است؟ 5. خمسش چند است؟ 4. خب از خود از این میادت که یک واحد باید کم باشه، ببینید 4 و 5 9 9 10 19 از 20 که یک واحد کمتر است. ولی معادله را صحیح حل کردیم. پنجم، در هوا روز کلنگ گفت با جمع کلنگان: السلام علیکم ای صد کلنگان. گفتنش ما نیستیم صد کلنگ، مثل ما و نصف ما و نصف از نصف ما، گر تو آیی صد شوی. سعی کنین، یک سوالک ذهنی است. سلام ای صد کلنگان، گفتن اصل ما و بانی سوال اترام بگیم، باید سوال کتاب عمل میکنم، خیره چون من این رقم یاد دارم. گفت سلام ای صد کلنگان، سلام ای صد کلنگان. در جواب گفتن ما نیستیم صد کلنگان، اصل ما و مثل ما با نصف ما و نصف نصف ما که با تو شویم یک جا، با تو شویم یک جا، می شویم صد کلنگان، می شویم صد کلنگان. خب اصل ما را می گیریم x، مثل ما x، اصل ما مثل ما، می هر چقه کستیم هم تعدادشان x، باز مثلشان هم x، با نصف ما و نصف نصف ما، نصف نصف چهارم سه که با تو شویم، او یک تا بود، می شویم صد کلنگ. اصل ما x، مثل ما x، نصف ما x بر دو، نصف نصف ما x بر چهار که با تو شویم با جمع یک میشه صد. خلاص دیگه اطراف ضرب چهار میکنم، چهار ضرب x چهار x، چهار ضرب x چهار x، چهار ضرب x بر دو دو x، چهار ضرب x بر چهار x، چهار ضرب یک چهار، چهار صد. چهار و چهار هشت ده، یازده اکس، ای چهاره ای طرف میارم باقی میانه 396 تفریق میشه. اطراف تقسیم یازده میکنم، اینجا خلاص میشه 3 یازده 33، 6 یازده 36 تا در درخت بوده، 36 تا بوده که گفته اصل ما، مثل ما، نصف ما، جمع نصف نصف ما که با تو شیم یکتا می شیم صد. ببینیم که هم قصد میشه نمیشه. 6 6 12 12 و 8 20 29 30 0 3 اصل 3 و 3 6 6 3 9 9 و 1 10 100. ولی کتاب چی گفته؟ کتاب گفته اصل ما، گفتن ما نیستیم صد، مثل ما یعنی x، نصف ما یعنی x بر 2 و نیمی از نصف ما x بر 4 که با تو شویم یک جا می شویم صد کلنگ. ای اصل ما و مثل ما نگفته، تنها مثل ما گفته که مثلش x میشه، درست است؟ مثلش x میشه. خب شاگردای نازنینم، اطراف ضرب 4 میکنیم، 4 ضرب x 4 x، اینی 2 x، اینی x، 4 ضرب 1 4، 4 ضرب 100 4 صد. بفهم درس ها رو بخونید شاگردا، به خاطر شما مشکل ستون فقرات پیدا کنید درس هم نخونی بیخی دیگه به جای میره زحمت ما. 4 2 6 6 1 7 x، 4 ایسو میاریم باقی مونه 396، اطراف تقسیم 7 میکنیم، اینجا خلاص میشه x میمونه، اینجا 6 7 5 7 35، 5 7 35 4 باقی، 5 7 35 396 تقسیم 7 بره نامتی سوال اشتباه است. 5 اف 35 4 باقی 46، 6 اف 42 تقریبا 56 و نیم دانه بودن. در خلاص گپ فهمیدین، اونو تو مادله بسته میشه. در این رقم اصل ما و مثل ما که نگفته، یک کمکی اونو کم بود میکنه سوال. خب دوستای نازنینم، به اعداد جفت یک مثال برتان حل کنم. اگر بگم مجموعه سه عدد متوالی جفت، متوالی جفت 36 است،
اعداد را دریابید. تو بگی عدد اول جفت 2x 2x، عدد دوم جفت 2x جمع 2، عدد سوم جفت 2x جمع 4، سه عدد متوالی جفت 2x 2x جمع 2 2x جمع 4. همینا رو جمع کن، باید چند شود؟ 36. 2x 2x 4x 6x، 2 4 6 6 همو سو بر باقی میمانه 30. اطراف تقسیم 6 کو x میشه 5. عدد اول ما 2x است، 2x 2 ضرب 5 10، عدد اول 10 است، خود دیگهش 12 است، دیگهش چند است؟ 14. اینه سه عدد متوالی جفت مجموعشان چند میشه؟ 36. عدد متوالی جفت گفت اینه متو میگیرین 2x 2x جمع 2 2x جمع 4، اگر ادامه داشت 2x جمع 6 دو. چون هر قدم دو دو واحد فرق داره. یک تا به اعداد تاقم برتون کار میکنه، مثلا اگه بگه سه عدد متوالی تاق مجموعه سه عدد، من سه میون 5 10 20 هر چقدر خواست، سه عدد متوالی تاق، سه عدد متوالی تاق 33 است. اعداد کدام هن؟ فقط من معادله بسته کردن میخوام یاد بگیرین. عدد اول بگیرین 2x جمع 1، این عدد اول تاق است. عدد دوم تاق 2x جمع 3 و عدد دیگه شم 2x جمع 5. همینا رو با هم جمع کنید، مساوی با چند است؟ 33. 2 2 4 4 2 6x، 1 3 4 4 5 9 مساوی 33. 6x خودش 9 رئیس رو بیار، از 33 که 9 بره 24، x مساوی میشه 4 6 24. عدد اول ما 2x جمع 1 از 2 ضرب 4 جمع 1، 2 4 8 1 9، عدد اولش 9 است، دیگهش 2 تا زیادتر 11، دیگهش 2 تا زیادتر 13. این عدد متوالی تاق مجموعش 33 میشه. متوجه شدین شاگردای نازنینم؟ خلاصه تا اینجا ما و شما چند تکنیکه که یاد گرفتیم که قرار شما تمرین کنین، مثال هر چقدر پیدا میتونین بگوین که من براتون حل کردم، برو مسائل عبارتی ذهنتون خوب انکشاف میده. اگر گفت که چند ضرب کنین، دو چند دو ضرب کنین، سه چند سه، سه چهار چند، اگر گفت نصفش دو مثلا بگیرین، سلسش سه مثلا، اگر گفت مجموع عمرایشان جمع کنین، تفاضل عمرایشان تفریق کنین، مثلا بگه تفاضل عمر احمد محمود x منفی y بگیرین. اعداد متوالی که گفت جفت گفت تاق گفت، اینی گپا را فهمیدین؟ ترجمه تو من قدر بس شد، هنوز مانده مسائل عبارتی، خب کلش به درجه یک حل شد. مسائل عبارتی که به درجه دو حل میشه یا به دو مجهول حل میشه، این خب کلش کتاب قسمی جور کرده بود که به یک مجهول حل شوه. معادلاتی که به دو مجهول عمل میشه روز دیگه باز به خیری را ادامه میدیم. از توجهتان سپاسگزار هستم، زیاد دوستتان دارم، زیادتر درس بخونین، زیادتر سوال حل کنین، با دیگه دوستایتان شریک بسازین، با امید یک افغانستان سربلند و آباد.